سلام می کنم خدمت شما بینندگان عزیز. من آرش هستم از سازمان جوانان کمونیست و با یکی دیگه از برنامه های دانشگاه سنگر آزادی و برابری در خدمتتون هستم. ضیا نوایی با پایان مرخصی به زندان بازگشت. مریم شفیع‌پور همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد. مخالفت مجدد با حضور و سخنرانی امید کوکبی در یک کنفرانس علمی. اجرای طرح حجاب در کتابخانه دانشگاه شیراز توسط کارکنان حراست. قتل دانشجوی ایرانی در ایتالیا. یک شهروند بهایی از ادامه تحصیل محروم شد. تجمع مجدد دانشجویان غیربومی دانشگاه ایلام. اخراج یک دانشجو از دانشگاه تهران. راه نیفتادن کلاس‌ها بعد از دو هفته در دانشگاه تهران. اعتراضات دانشجویان علامه در مورد حمایت رئیس دانشگاه از بسیج. من از بین این خبرها چند تاشو براتون انتخاب کردم که در موردش باهاتون صحبت کنم. که اولین خبر در مورد ضیا نوویه که 9 روز به مرخصی اومده بود و بعد از 9 روز دوباره به زندان برگردونده شد و همچنین مریم شفیع‌پور هم بعد از چند ماه بلا تکلیفی دادگاهش برگزار شد و قاضی با آزادی موقتش موافقت نکرد و دوباره به زندان اوین برگردونده شد. خبر بعدی که براتون انتخاب کردم در مورد اجرای طرح حجاب در کتابخونه دانشگاه شیرازه که مامورای حراست چند تا مامور زن رو برای تذکر حجاب آوردن توی محوطه کتابخونه مستقر کردن. یکی از دانشجوی دانشگاه شیراز با تایید این خبر گفته که شکل طراحی ساختمان کتابخونه یه جوریه که 7 نیم طبقه است و طبقه بالاتر به طبقه پایین‌تر دید داره و برداشتن راپله‌ها رو با برق‌های آلومینیوم یا صفحه‌های کدر پوشوندن که از بالا به پایین دید نشته باشه، که دارن با این کاراشون دانشگاه رو تبدیل به پادگان میکنن. خبر بعدی که براتون انتخاب کردم در مورد قتل دانشجوی ایرانی تو ایتالیا به اسم مهتاب ساواجی که 30 سالش بوده و از 1.5 سال پیش توی ایتالیا داشته توی رشته هنری مشغول تحصیل بوده که جسدش رو چند روز پیش توی یکی از کانال‌های آب در ونیز پیدا کردن. در حال حاضر هم یه زن و یک مرد هندی مظنون به قتلش هستن. ما ضمن ابراز تأسف از این واقعه تلخ به خانواده مهتاب هم تسلیت می‌گیم. خبر بعدی در مورد دانشگاه ایلامه که هفته قبلا من یه خبری در همین مورد براتون گفتم که دانشجوهای غیر بومی دانشگاه ایلامو از خوابگاه بیرون کردن و گفتن دیگه نمیتونید اینجا باشید چون شما دو ترم از خوابگاه استفاده کردید و اونا تو این فصل سرما الان نه خوابگاه و هیچ جایی ندارن که اونجا بتونن زندگی کنن. دوباره این هفته دست به اعتراض زدن جلوی در خوابگاه و جمع شدن و خواستار این شدن که به کارشون رسیدگی بشه و اگر همینجوری به ادامه اعتراضاتشون ادامه بدن میتونن نتیجه بگیرن از این اعتراضاتشون. خبر آخرم که براتون انتخاب کردم در مورد اعتراضات دانشجویان علامه در مورد حمایت رئیس دانشگاه بسیجه که چند تا از دانشجوی این دانشگاه گفتن رئیس دانشگاه علامه یعنی سلیمی بعد از اخراج شریعتی روی کار اومده و میگه که بسیج در دانشگاه باید برای جذب نیرو کار کنه تا از نظام دفاع کنه. خب اینم تلاشیه از جانب حکومت برای سرکوب بیشتر دانشجوها. تعویض مدیرای دانشگاه هم گامیه تو همین جهت که میخوان وقتی به هدف خودشون برسن تو این زمینه قطعا از اون با عنوان ابزاری برای سرکوب دانشجوهای دیگه هم استفاده میکنن. تو همین زمینه هم یکی از دانشجوها گفته من اولین تو دهنی رو میزنم تو دهن سلیمی، یعنی سلیمی همون رئیس دانشگاهشون، که بشینه سر جاش پس پیش به سوی تشکیل شوراها و اتحادیه مستقل دانشجویی و بقیه دانشجوها باید راه همین دانشجو رو در پیش بگیرن و باهاش همراه بشن. خبرهای این هفته به پایان رسید. امیدوارم تا هفته آینده روزای خوبی رو داشته باشید. ایمیل و شماره تلفن ما پایین صفحه هست. تا هفته آینده به امید دیدار.
لبتر کن تا ما بلند شیم بذار بکوبیم با